نشست علمی روزانه آیت الله لزما سید حسینی شیرازی روز یکشنبه نهم زلحجه سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی با اشاره به آیه 57 سوره انکبود که هر انسانی طعم مرگ را می چشد فرمودند از آنجا که در عالم واقع خارجی برای برخی از انسان‌ها مرگ شیرین است و برای برخی از انسان‌ها تلخ است از مرگ در این آیه شریفه به زائقه تعبیر شده است لذا نسبت به آنان که مرگ را شیری می‌پندارند این آیه شریفه به عنوان وعد و برای آنان که مرگ را تلخ می‌پندارند به عنوان وعید میباشد معظم الله در ادامه فرمودند بین وعد و وعید تفاوت وجود دارد و خدای متعال بر خلاف وعد عمل نمی کند اما خلاف وعید عمل کردن فضیلت است ایشان با اشاره به توصیفی که برخی از مفسرین و دانشمندان بلاغت در این رابطه دارند فرمودند که استفاده قرآن کریم از تعبیر زائقه هم در اینجا تشبیه امر معقول به امر محسوس است چون زائقه انسان هم چیزهای شیرین و هم چیزهای تلخ را حس می کند. لذا چون در عالم واقع خارج نیز زائقه بر دو قسم است در این آیه شریف نیز زائقه تشبیه به آن شده است و به قول علمای بلاغت در اینجا هم این واژه استخدام شده است آیت الله در ادامه تاکید فرمودند لذا برای آنان که آنانی که مرگ شیرین است و ابتدای خوشی خوشی آنان محسوب می شود این مسئله بعد است اما نسبت به آنهایی که مرگ تلخ و ابتدای دوره تلخی آنان محسوب میشود این مسئله بعید است با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم همین تو روایات هم داره که ملک الموت یا اون اعوان ملک الموت برای مؤمن مرگ مثل یک گل بهش میزن بو میکنه موت میشه اونای دیگر رو مثل اینکه سیخی که تو بدن باشه به زور بکشن مرگ اونجوریه از این روایات استفاده میشه که اون مثل به خوبا وعده نسبت به بدا وعیده